شاه حاکمیت را حق خاندان سلطنتی و شیخ هم حاکمیت را سهم آخوندهای خمینی صفت می داند. مردم ایران اما خواهان برقراری جمهوری دموکراتیک هستند. جمهوری دموکراتیک همان عبارتی است که شیخ و شاه به شدت از آن می هراسند. جمهوری دموکراتیک می خواهیم، یعنی جمهوری به فرم غرب. از اسلام چه بدی دیدید؟ چه می دونید از اسلام؟ 43 سال است که مردم ایران دیکتاتوری ولایت فقیه را تجربه کردند و به خوبی آزمودند که منظور خمینی از اسلام چیزی جز فاشیسم دینی و کشتار و جنایت و چپاول نبود. اما راستی از جمهوری چه می دانیم؟ چرا جمهوری خواست اصلی و واقعی مردم ایران است؟ کلمه جمهوری که معادل انگلیسی آن ریپوبلیک است، برای اولین بار در کتاب جمهوری افلاطون به کار برده شد. این کتاب شامل 10 نمایشنامه است که به صورت گفتگو میان سقراط و افراد دیگر می باشد. موضوع این گفتگوها عدالت، حقیقت و نوع حکومت است. ریشه کلمه جمهوری به اصطلاح لاتین رس پابلیکا به معنای امر عمومی برمی گردد. منظور از جمهوری حکومتی است که به صورت موروثی و سلطنتی نیست و به شکل ادواری و موقت توسط نمایندگان منتخب مردم اداره می شود. ورود کلمه جمهوری به ادبیات سیاسی مدیون انقلاب کبیر فرانسه است. در نتیجه انقلاب فرانسه، جمهوری جانشین سلطنت شد و جمهوری فرانسه در 21 سپتامبر سال 1792 اعلام شد. جای خالی حکومتی که برآمده و برجوشیده از آرای مردم باشد، همواره در تاریخ ایران احساس می شده است. آزادی، آرمان دیرینه مردم ایران از جنبش مشروطه تا انقلاب ضد سلطنتی و بعد از آن بوده است. اگرچه کشور ما برای مدتی کوتاه و در بهاری زودگذر پیشوایانی مانند میرزا کوچک‌خان جنگلی و دکتر محمد مصدق را تجربه کرد، اما به وصال فرشتگان آزادی و یک جمهوری مبتنی بر آرای مردم دست نیافت. تا قبل از انقلاب ضد سلطنتی، نظام دیکتاتوری شاه بر ایران حکم می‌راند، نظامی که در آن همه امور مملکت در اختیار یک شخص بود و او به شیوه موروثی به حکومت رسیده بود، نه بر اساس انتخاب مردم. بعد از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی هم خمینی شکل دیگری از سلطنت را به نام جمهوری اسلامی حاکم کرد و به جای شاه ولی فقیه حاکم شد. ولایت فقیهی که هیچ ابایی از این نداشت که استبداد جدید را سلطنت مطلقه فقیه هم بخواند. روحانیت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارد و آیین برای این که خب دیگه خیلی با این روشن فکر را مخالفت نکنند، یه مقدار کتا آمدن، این که در قانون اساسی هست، این بعضی شعونه ولایت فقیه هست. مقاومت ایران از همان آغاز در برابر اصل ضد مردمی ولایت فقیه ایستاد و در برابر حکومت خودکامه ای که خمینی به دنبال آن بود، شعار حاکمیت مردمی را سرلوحه خود قرار داد. از نظر مقاومت ایران، آرای مردم تنها ملاک سنجش است و بر همین اساس این مقاومت خواهان یک حکومت جمهوری مبتنی بر آرای مردم است. برای اینکه مردم بتوانند آزادانه رأی بدهند، اول باید نظام ولایت فقیه را سرنگون کرد. همان گونه که در مصوبات شورای ملی مقاومت آمده، دولت موقت موظف است حداکثر 6 ماه پس از سرنگونی رژیم آخوندی، انتخابات برای تشکیل مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی را برگزار کند. دوره مجلس مؤسسان حداکثر 2 سال است. یعنی در یک کلام، این مردم ایران هستند که نوع حکومت را در یک انتخابات آزاد تعیین می کنند. نخستین ماده برنامه 10 ماده‌ای مریم رجوی برای ایران آزاد فردا، نه به ولایت فقیه، آری به حاکمیت مردم در یک جمهوری با رأی آزاد و کثرت‌گرا، اشارتی به این بشارت تاریخی است.